سلام، بذار من جامو پیدا کنم. چطوری؟ چه خبر؟ اینو بخوای اینجا. داشتی به موچ پای داره شد نگاه کردی؟ این جورابا اوکیه؟ من خیلی اوکی نیستم با این جورابا. بستگی داره چه جور کفشی بپوشی دیگه. اینا خیلی مهمه. اینا رو بلد نیستم من. بهم یاد بده. همیشه دیگه خیلی دیره دیگه. نه یاد بگیرم اینا رو. 30 سال اولو بدون که بدونی زندگی کردم. مثلا نه آخه تازگی دارم از این انقدر کوتاه. جوراب ساخت کوتاه مثلا با بوت بپوشی خیلی فوله. مثلا با کفش چرمی مردونه اونا خیلی فوله. من با کفش کالج چی؟ کالج دیگه اون فشن خودته، دوست داری بپوشی بپوش. مثلا ایشون دیگه الان یه سروبی هم بالاست. خب شما هم بیرون زدی برای تو خوب فوتبال پوشیدی اونجوری دیگه. ببین اینطوری که بپوشی جوراب بلند که بپوشی اگه خیلی هم شلوار بیاد تو واریس داری. برای چی جوراب واریس؟ نه اینا خیلی خوبه، اینا قشنگ تا بالا میاد خوب نگه میداره. لوله خب همون دیگه دقیقاً برای واریس. من همه مشکلاتی که تو بگی بهش نمیاد واریس باشه. من جوراب واریس دارم. تو چرا موقعی که می رفتیم می دویدیم می گفتیم اون داشت منم از خره می کرد تو که نه خب جدی داره. آره ایشون می خواد جدی این قضیه ادرس کنه. اون ساکس می خواهی بگی اون گفتش واریسه؟ نمیدونم اصلا نمیدونم واریسیه. یه مدت رگای پا می زدم بیرون. دوستان بود کامپرشن ساکس و اینا می فروخت. خیلی برای دویدن و اینا خیلی کمک میکنه. آره منم واسه همون گرفتمش. هیچ زنگوله ای به صدا در نمیاد. ای بابا یه بارم پوشیدمش فکر کنم واسه اون هف ماراتون. فکر میکنم برای همون بود. با هم دیگه صحبت کردیم. آره. چه کامپرشن ساک میگی؟ چه دورانی، دوران جالبی بود. چه خبر؟ سلام. چه بویی میاد ایمان جان؟ بله ایمان جان دستت درد نکنه. نوکرت هم دیگه چیزی بوده که از دیشب دارم تلاش میکنم. سال نو مبارک باشه. خواهش میکنم. این اپیزود وقتی میاد نمیدونیم که میدونیم. شاید من امروز بفرستم اگه که بنده خدا وقت داشته باشه. جدی میفرمایید؟ خب بگی چون من یه سری اطلاعاتی میخوام بدم که معلوم نیست. یعنی بسته به اینکه کی قراره ریلیز تو دو سه روز. واقعا اینقدر اطلاعات تایم سنسیتیوی داری که تو هم مثل عرفان اون دفعه که عرفان اومده بود پیش گفتش که اینم برنامه چیه؟ گفتم چطور؟ گفت من برنامه خودمو بدونم. گفتم چه برنامه‌ای از خودت می‌خوای بدونی؟ اومدی مسافرت دیگه برنامه‌مو بدونم چیه؟ تو هم الان می‌خوای بدونی. اول اینکه امروز شنبه است، دو روز قبل عید، یک شنبه، سه شنبه شبه. شب ایران یا شب ما میشه چهار شب صبح ایران. چه ساعتی اینجا میگی؟ 11 و نیم. 11 و نیم. نه 11 و نیم تورنتو. 8 اینجاست. 8 خورده ای اینجاست. آره. خب شما اگه کانال ما رو آره دیگه اون 3 ساعت جلوتره. 8 و نیم ماه. 8 و 20 دقیقه. چی فهمید؟ الان نه خدا. 8 و 6 دقیقه 26 ثانیه. خواهش می‌کنم. چی گفت؟ بگو جملتو. اون که اونجا که ضبط شده یعنی همه شنیدن. می‌کشن بیرون بچه‌ها. خودت یه بار دیگه بگو. گفتن که شما کانال ما رو داشته باشید. ما رو فالو داشته باشید. اگر که ما رو فالو داشته باشید. بفهمید که دقیقاً 8 کیه. من چقدر من اشتباه لباس پوشیدم. برای چی؟ چرا من اینو پوشیدم؟ گرمته؟ خیلی گرمه. همیشه تو زیاد لباس پوشیدم. همیشه میای اینجا من به تیشرت میدم. مرسی که خواهش منو قبول دارم. اگه بخوای میتونم برای تیشرت بیارم. نه حالا وسط اینجا تیشرت قبلیه رو پسش دادی؟ چرا؟ حالا وسط اینجا لخنشه برو تو. لخنشه چرا لخنشه؟ آخه اوکیه یعنی اون والا نمیدونم. شطرنجی میمونه. اون میزان از نودیتیو. من هنوز با این بعد از اپیزود قبل فکر کنم همه چیز اوکیه. بله اوکی اوکی. چی اوکیه؟ چی کو کردی؟ لباس قبل جوکایی که گفته شد آه بخاطر نه جوکا خوب بود که ولم کن. خیلی منطقی بود. خیلی دوست داشتن اون یه دونه سگمنت رو ولی واقعا فهمیدیم که چقدر ضعیفیم در آره. فقط تنها کسی که میتونست خوب جوک بگه تو بودی. نه بابا چرا من همش من داشتم خودم میخندیدم. خب باحال بود دیگه. نه بعد خودت هم بخندی مثل اینکه توی اون آره چیزه خودت هم نمیخوام. ما ورژن خودکستیشو اجرا کردیم کلا. آره ورژن نه ولی تو خیلی خوب جوک میگی. قربونه برم از این بعد فقط برامون جوک بگو. فضلگوه به قول سپهر. آقا سپهر هم خیلی درخواست شده ازش. چیکار میتونم واسه تو کنم؟ هیچی نه کاری نمیشه کرد. یه ذره اون کامفورتبل نمیدونم چرا. بشاشو باز سپهر چی؟ آ گفتن سپهر رو بیار. بله زیاد کامنت میاد. من میرم سلام به سپهر میرسونم میگن بیاریدش. پیدا کردم سوراخو پیدا کردم. چی همه چی اوکیه؟ اوکی 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 همه چی به نظر میاد. یاد میمونه هی به اون نگاه کنی یا نه الان ب...
خودت باتریو باتریو همین الان از توی شارژ در آوردم کردم توش، یعنی این از دیشب باتری تو شارژ بوده. خب اوور شارژ هم بعد در آورد همینی که هست. شاید شما داری این کارو میکنی، شما از من 8 صبح بیا اینا رو هی روتیت کن باتری ها رو که پرایم بمونه. چون یادمت جا پدر شما یه تئوری راجع به باتری اینا داشتن. والا نیم یادم نمیاد، شاید داشته باشم ولی الان چی بود تئوریشون نه یه پدر من که میدونی تئوریستیانن، یعنی ولی خب باتری و اینا یه فکر کنم تئوری نباید باشه همش. نه چرا به یه سری قوانینی رسیده بذار بفهم. یکی دقیقی یادم میاد که یادمه اومدم یه وسیله ای رو بذارم تو انباری، بعد تو هم در جریان قرار گرفتی گفتی راستی حواست باشه باتریاشو در بیار برعکس کنو بذار تو باتری که این مدت اصلا امکان نداره. چه؟ آره این که درسته، اصلا من نگفتم، حرف پدرته. اصلا با من نمیدونست، اگه من این که بابام مستقیم به شما گفته باشه من خودم تا الان اینه نمیدونستم. من میدونم که باتری ها رو بعد توش در بیاری چون کپک میزنی یادت آره اکسیده میشد. مثلا اسباب بازی هم انقدر ناراحت، یه طعم بعدی هم میداد اون اکسیده بودن. حالا من طعمش رو حس نکردم. اولین بار که بچه بودم امتحان کردم. طبیعیه دیگه، چون باتری اکسید میشه چیکار میخوریش دیگه. 7 سالت چند سالت بوده؟ دبستان بودم اول اینکه دبستان. خیلی بزرگ بوده، خیلی بزرگ بوده برای اینکه هر چیزی که میگیری بکنی. نه خب ایشون خیلی چیزا رو میکنن تو دهنشون به عنوان کسی که بزرگ شده، بزرگ شده باش. یعنی چی ایمان؟ من دارم میپزم. من خیلی گرمم شدی ها. عجب. پس شما آره ولی باتری رو میگید. من تو زندگی یه دونه لپتاپ شخصی داشتم، سال 2010 که رفتم دانشگاه اونو گرفتم. بله. من یادم تو خونه که استفاده میکنم تو برقی بود، من باتری اینو در میآوردم. بله. و این مثلا یعنی مستقیم برق مستقیم بود. آره باتریشو در میآوردم. بعد حالا تو تا چند سال پیشم این لپتاپ رو استفاده میکردم، روشن میکردم. هنوزم هست. هلیکوپتری بود واسه خودم. آخریا باز بود. یعنی یه اوپن کانسپت از لپتاپ آره، بود. آره. میمدی بهش پارت اضافه میکردی. تقریبا همین کارو میکرد باهاش. آره بعد باتیش کار میکرد. یعنی مثلا لپتاپ کرد دسکتاپ. تا 2007 8 شاید 2007 2018. ببخشید تا 2017، یعنی از 2010 تا 2018 حداقل روشن میشد و کار میکرد باتریه. چی بود لپتاپمو؟ سونی بود. 2010 پدر بزرگم برام خریدش بود. من عموم لپتاپم برام من با بزرگم اومده بودن اینجا، من رفتم دانشگاه با بزرگم برام یه لپتاپ خرید. آره هنوزم دارمش. بعد این لپتاپ رو من یادم ایران که بودم تو کیف بود. بعد لایق باشی دیگه میدونی ما بلیاقت میدیم. بعد من رسیدم خونه این کیف یهو افتاد، لپتاپ با کیف خورد زمین. بعد این دکمهش میرفت تو گیر میکرد. لپتاپی که روشن میکردی بعدش خاموش میشد، انگار یکی دستشو گذاشته و آره دکمه. بعد من اینو کامل باز کردم، یه نخ انداختم پشت دکمه، این که میخواست گیر کنه نخو میکشیدم دکمه میومد بیرون. کاملا مکانیکال آره دیگه، مکانیکی بوده درست حل، یعنی حلش کرده دیگه، رفع مشکل. آره و مانیتورش میرفت و میومد، اونم باز کردم. یادم گوشش رو یه جور میگرفتی. آره آره لپش رو میکشید در از گاهی. این لپتاپ قدیمی ها خوبیش این بود دیگه، الان مثلا مک و تو هیچ کارش نمیتونی بکنی. خب خوبه دیگه، دسکتاپش هم دیگه کار نمیتونی، اون مک استودیو هم هیچ کارش نمیتونی بکنی. یعنی آره اون اصلا اونجوری طراحی میشه که من میگم مثلا لپتاپشو بیخیال، یعنی دیگه چیزای دیگه اش. لپتاپشو تا یه سالی میشد آپگرید کرد، فرضی تو همون سالی که من داشتم فقط رمشو و هارد میشد آپگرید کرد، بعد فقط شو رم. الان دیگه تقریبا هیچ نارم. نه اصلا کلا همش آخه یه چیپ باید عوض کنی. داری اون سونیو هنوز؟ بله لینوکس روش ریختم. آها یه بغلی داره روشن نیست ولی روشن میشه. نه ولی روشن میشه، بیت کوین داره باش ماین میکنه. آره یه فرادی داره میکنه، وی پی ان. یه مدت با بودی اونم یه چیز گرفته بودی، اسم اون کوچولو چیه؟ بلوبری، رازبری. رازبری نه یه اسم دیگه داره، یکی از پتاشونه رازبری پای. اسم ایرانیزم داشت یه اسم، چنگیز، پرویز، نه هیچ اسم دیگه روش نه چنگیز اسم چیز تمام زدی جمله برای ایمان جنریت میکنی.
من اینا رو میخوام به خورد شما بدم، شما اینا رو گفتید قبلا. چرا میخوای الکی اینو به خورد ما؟ هیچ اسمی نه، هیچ کاراکتری واسه اون تعریف نکرده بودی هیچ موقع؟ نه عجیب، شما خودتونید؟ احساس کنم تو خودتونید. ماها که خودمونیم کامه، تو جمع همیشه گی نیستن. چون بحث لپتاپ یه چیزی بگم، بخواه شما فقط صحبت کنید. یه دونه لپتاپ شخصی داشتی؟ خب تو زندگی آره، لپتاپ کار رو استفاده میکنی واسه کاره. یه سیسی هست سر کار ما، نمیدونم شما اینو دارید یا نه، که میگن بعضی از همکارا من میگن آره ما اصلا لپتاپ کار رو استفاده نمیکنیم، میندازیمش توی کشو و پرسونالمون رو استفاده میکنیم برای کار. حتی آره واسه کار. چرا برای کار که نباید این کارو بکنیم؟ اون لپتاپ یه سری قابلیت ها داره و یه سری مثلا وی پی ان و اینا روش اینستال شده که هر سنسیتیو دیتا، حتی لایسنس و فلان هست که فقط لپتاپ کار. آره نه اونا دور میزنن میگن ما نمیخوایم. نه فکر کنم وی پی ان استفاده میکنن یا وصل میشن ریموتلی، وصل میشن به اون لپ، نمیدونم. ولی یه چیزی هست که آره ما، ولی خب منم لپتاپ کار رو استفاده میکنم. بعد این هفتم لپتاپ و کل سیستممون رو گفتن بیاید آفیس عوض کنید. به اپل؟ نه همون دل. من دارم از ویندوز واقعا زده میشه، یعنی اصلا دیگه ویندوز داره دیوونم میکنه. یه باگایی میگیره ویندوز که هیچ اصلا نمیدونی بعد چی کار باش بکنی. مک از این چیزا نداره، مک یا کار میکنه یا کار نمیکنه. نه مک همیشه کار میکنه. تازه مک یه قابلیت هم داره، مثلا یه مکی از خراب میشه، لپتاپ داری خراب میشه، مثلا دیگه روشن نمیشه. اگه مدام مثلا 2 سال بذاری کنار دستت زنگ روشن میشه، یادش میره، یادش میره. بی توجهی، حتی گوشی، حتی گوشیش هم همین. ببین بابا اینا، من توی ایران نمایندگی اپل بود دیگه، تقریبا چیزی داشته هم اینطوری حل میشد مشکلات. بود 2 سال نه آره، یه زی میذاشن یه جا. این هیچ وقت یادم نمیره، یه لپتاپی بود که خراب بود، همیشه با اینا میگفتن ولی خوشگل بود، از این لپتاپای رنگی اپل بود و اینا. یه مدت زیادی کار نمیکرد، بعد من به عنوان دکور آوردم مثلا ببرمش تو اتاقم، درش وا کردن گفت دینگ روشن شد، باتریش هم کار و دیگه کار میکرد. اصلا این مشکلش حل شده بود، هیچ وقت هیچ کس هم نفهمید چرا. آره این اناونس، این نیر دث اکسپریانس داشتم، نمیدونستم اناونس شده بود که دده، ولی واقعا دد نبود. چیز اون ایرپادش هم نمیدونم، گفتم من رفتم دویدم بعد برگشتم انداختی تو ماشین لباس شویی، شستم ایرپادو، شستم و قوی کار بعد در اومد کار میکرد. آره آخه پرو تا یه درجه چیز داره دیگه، زد آبه ماشین لباس شویی بعد تمیز شد. ببین خوشگونم انداختی؟ نه نه تا اون لحظه دیگه فهم تمیز شد، اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر تمیز، تمام اون آشغاله گوش و اینا رفته بود. سرفند خوبیه پس ما هم. البته خب میشه اونا رو مثلا هفته یه بار آره من با الکل و اینا میفتم. من که دو سه هفته است هم ایرپادم هم اپل واچم رو دادم رفته دیگه. آفرین. خیلی فشار رو میورد. چی؟ یعنی چی داری؟ پول رختم. آها. به اپل واچ همینطوری هی نوتیفیکیشن. آقا با کار ما اصلا من یه استرابی گرفته بودم، یعنی داشتم نمیفهمیدم. بعد حالا بعد از اون اپل واچه بعضی موقع که کسی هم بهت مسیج نمیزد، آره تایم تو استند اپ آره گرید نفس بکش. آی think it's not to take a moment right. کاربرد ساعت هوشمند نفهمیدم تا یه دورانی واسه من خیلی خوب بود. ببین برای ترک کردن فیتنس، برای کسایی که مشکل قلبی دارن، برای کسایی که مثلا توی هایکینگ و اینا میرن، آره اینا طرف بخوره زمین و این مثلا ایمرجنسی بیاد، ولی خب همش گوشی باهات دیگه نی بیهوش آنکانشس میفتی دیگه. مثلا گوشی مگه این کارو انجام نمیده؟ نه ضربه قلب اومده. آره. نه جدی چه دی آیفون 15 به بعد 14 به بعدم چیز داره کلپس جدی. اینو من نمیدونستم، 14 که میدونم نداره 15. خب ولی این خیلی کاربرد اسپسیفیکیه. آره واقعا نیشیه. آره ولی برای کسایی که فیتنسشون رو ترک میکنن خیلی خیلی کمک میکنه. میتونه آخه از این دیوایس کوچیکام باشه. من الان با این انگشتره میکنم دیگه فیتنس رو ترک میکنه، خواب و فیتنس و همه چی. آره یعنی میگم این زمان نباشه، نمیاد نمیلرزه. ولی میدونی مشکلش چیه؟ آجی گمش کنی دهنت سرویس صدا نمیزنه. ببین اون دفعه برای سر ویدیوی کومان من درش آوردم، داشتیم ورد رکوردر میزدیم، بعد یاد افتاد کجا گذاشتمش. ببین نصف شب تو باغچه کوروشینا با چراغ قوه همینطوری دنباله ای میگشت. خواب و اینا چیه میگی؟ چه متریکایی میده بهت؟ رمت چقدر بوده؟ چقدر بوده؟
چه میدونم چقدرش اویک بودی، چقدر افیشنت بودی، اینا از روی فشار خون میفهمه. آره سه چهار تا سنسور مختلف یا سبز و قرمز و یه زایی مختلف داره که تو شب اگه تاریک باشه میبینی روشن میشن. بعد چه کمکی کرده که اینا رو بهتر کنی؟ اول که میفهمی که مثلا اگه یه شب مشروب میخوری حتی اگه ساعت ده هم بری بخوابی میفهمی چقدر خوابت افتضاحه، خیلی عجیبه. به اصلا مشروبه اصلا متوجه اصلا یه جور عجیبی یعنی صبح که بونم میشی میگه که اوکی تو مثلا کوالیتی اسلیپت 70% بوده دیشب. 70% چی؟ مثلا 70% ریکاور کردی نسبت به خستگی بدنت. ریکاوری رو بهت میده. برات میتونم بفرستم چه متریکاشو نگاه کنی ببینی. جالبه. ولی باحاله. دیگه چیا فهمیدی مثلا تاثیر داره؟ برای چه مثلا شده قبلش چرا مثلا یه فیلمی ببینی که خیلی ذهنتو مشغول کنی بعد بری بخوابی ببینی چه تأثیری داشته؟ من چیزی که خیلی متوجه شدم اینه که اگه رو کاوچ بخوابم خیلی افتضاح میخوابم. یعنی رو کاوچ کوالیتی اسلیپ هم مثلا رو 40% افتضاحه. ولی موقعی که توی مثلا رو تخت میخوابی 89 به پایین نمیاد، خیلی فرق داره. نمیدونم چرا. حالا من یه چیزی فهمیدم، وسط کار شما اگه رو مبل بخوابید کوالیتی خوابتون 100 و بالای 100% وسط کار. آره داری کار میکنی، به مبل داره دیگه واقعا. این مبله که افتضاحه. ولی من رو مبل تو بهترین خواب رو رفت قرونه برم. دلیلش چیز دیگه بوده. ولی خستگی زیاد بوده. آره این باحال، این برای اسلیپ ترک کردن باحال. اورورینگ جالبه. اپیزودهای چیز هم میگه مثلا اگه اسلیپ اپنیا داشته باشی. اپنیا رو فکر نکنم بگه، ولی بلا اکسیژن چیز تو بهت میگه همون میشه. تبلیغ هم نشه دیگه برای این محصول. نه آخه محصول خوبیه. پروموکود پروموکوده. بذارن دقیقا بهتون میگم چیا رو بهتون میگه برای خواب. توتال اسلیپ من مثلا 4 ساعت و 13 بوده دیشب. نه بابا. توتال تامین بد 4 ساعت و 38. اسلیپ افیشنسی 91%، یعنی موقعی که رفتم همون خوب خوابید. رستینگ هارت بیت 61. اسلیپ اسکور بهم داده که 66 بهم داده از 100، به خاطر اینکه توتال اسلیپ هم پایین بوده. می نویسم مثلا افیشنسی بالا بوده، رست فولنس هم اپتیمال بوده، رم اسلیپ هم فقط 1 ساعت و 11 دقیقه توی رم بودم که مثلا خواب عمیقه. نه بر خواب دیدنه. دیپ سلیپ 1 ساعت. فرق داره این دو تا. آره. و اینکه چقدر طول کشیده خوابم ببره و اینکه چه ساعتی رفتم تو تختم خیلی مهمه. کی میری میخوابی. آره اوریج اکسیژن ساتوریشن رو بهت میگه که نمیدونم واقعا چیکار میکنه. همینه فکر کنم. ایما این رینگه لول های مختلف هم داره یا نه فقط همین محصوله؟ نه مثلا پرو داره فلان مختلف داره قدیمی شو. نه آخه مثلا ورژن جدیدش میاد قدیمی ها رو از دیسکاونت ریت بد میده مثلا. آها. میتونی بگی با تخفیف بیشتر. آره ولی چیزه، ولی سابسکرپشن ماهیانه داره دیگه برای. آها. اپش. آره. اوه آره اینجا $6 بیزنس مدلشون سابسکرپشن. آره چه خبر برای عید؟ اکسایتدی امسال؟ خیلی واقعا. من بگم که این سنبول رو فرهاد هفته پیش آوردی؟ خواهش میکنم بعد. هفته پیش آورد به، یعنی بذرش رو با علم کاشتیم. خود نه. من امروز رو میدیدم بذر این حرکت رو نکاشتیم. نه ولی دارم، ولی پیاز و اینا دارم از سالهای پیش که الان در اومدن. پیاز؟ نه پیازه. میدونم چی میگی. کجا نگهداری میکنی پیازو تو طول سال؟ یه محفظه ای دارم، اگه خواستین پیازاتون رو به هم بدید براتون نگه دارم. بعد شروع میکنه جوونه زا. خیلی باحاله. یه اصطلاح اصفهانی هست که پیاز توش هست، شنیدید؟ حالا بگید. نه شما میگن که مثلا میخوان از یکی تعریف کنن کارو بارش خوب شده، میگن خدا رو شکر پیازش چونه کرده. چونه؟ چونه. چونه؟ آره. یعنی چی؟ یعنی پیاز هست که، یعنی ریشه دوم. ریشه. آره. آره. مثلا همون اصلا کون میاد. بله دیگه. بله. چونه کرده. تو اپیزود نوروزیمون هم عجب. اینم زیاد استفاده نمیشه. از فرهنگ غنی اصفهان یعنی پیازش خونه کرده. مشکلی نداره به نظرم. کاش بودی و میدیدی. ما برای هفته پیش ما درگیر پیک شادی بودیم. آه بگو این رو. یه پیک شادی ما ریلیس کرد کومان و خیلی همه خیلی دوست داشتن. اپرنتلی چیزی که ما شنیدیم اینه که
امسال پیکان نوروزی رو تو ایران قطع کردن. آره. ما... واقعا آره. چه عجب. چرا چه عجب؟ بعدت میاد پیکان نوروزی؟ متنفر برای بودم. برای چی آخه؟ دو هفته بچه برش خو. حالا محیط رو امن کنید اگه یکی دوست داشته نه. بتونه بگه. خیلی ها دوست دارن. خیلی ها دوست داشت. بود بعضی چی داشت. مثلا خواهر من خیلی چیز داشت. خواهر من تو روز اول تموم میکرد. بود. من هم یه بار این کار ولی اتلاف وقت بود. بعد مثلا لذت عید تو چیز میکرد. آره همیشه چیزی رو مخت بود. من توضیح میدم. سایه پیش میری توی فرهنگ ما لذت بردن از زندگی حرامه. اشتباهه دیگه. شما باید زجر بکشی. آره نمیتونم ببینن داری حال میکنی. نمیتونی لذت ببری. برای همین اینا ببینه. من میبینم حال میکنم شما حال میکنید. خدا وکیلی. شما خارجی هستی. نه من اون روزا زنگ کارون تعریف کردم گفتم حال کن. یه دونه دیگه قرار بود دو تا حالا یه زنگ زدی دو تا گفتی دو تا تعریف از یه دونه تعریف حالا یه تعریف حالا همون یه دونه شاید داشته باش دیگه آقا می‌بینی ما همون یه تعریف از اون نشد خب زنگ بزن بگو یه تعریف دارم باش بعضی ما از تو فقط یه تعریف بگو هر تعدادی که هست رو بگو آها تو اکسایتد چدی بابا خب کارون دیگه یکی اومد کامنت داده بود که زده بودیم که با این تعداد اپیزودی که اومده یه نفر میتونه یک سالو گوش بده اون گفتم سال کبیسر رو آره ولی خب بازم گفته بودن چیو نوشته حالا کارو میاد میگه یه سال کبیسه باشه چی چون گفت آره اینا گیرش ننداز ولی پیکو بذار بگم ببین من استراتژیم این بود پیکو که میگرفتم اصولا همون مثلا دو روز فاصله داشت خود عید که عید بشه من تو همون دو روز پیکو تموم میکردم بکش مثلا می نوشتم فور از اینو زنگ گوش چی کار میکردی 40 صفحه پیک بود چجوری شما میتونستین بعد توی آره میشه میشد انجامش بدی بعد به اینو زنگ میزدم سریع جواب رو در بیارم که بدونم این تمومه دیگه فشاری از خانواده به من وارد نیست شما تقلب بعد نه خب یاد گرفته بودم بعد توی عید ما قرمزه درست نه اون پایینش 1/50 پایین دست چپ آره اوکی حالا بعد توی عید حالا ما یا سفر میرفتیم یا مهمونه دیگه میرفتیم اینا میدیدم که بچه ها با اون پیک دارن سر و کله میزنن همه هم تقریبا تو یه رده بودیم یعنی کلاسمون یه کلاس پیک ها تو هر مدرسه و مدرسه فرق میکرد نه مادم بودن نه نه مثل هم بود سراسری بود یه چیزی میدادن چرا ما میرفتیم شمال مثلا فامیلاییم که از تهران اومده پیک ها دبستان بودی راهنمایی که پیک نداشت راهنمایی داشتیم چرا ولی من دبستان بودم راهنمایی میگه هر معلم جدا زندگی تو خراب نمی‌کرد ولی یه پیک هم اضافه بود یه پیک هم میدادن خود رشاد پیک خودش رو داشت فکر کنم واسه همین میپرسن آره شاید راهنمایی دیگه جدا شده بود آره ولی دبستان سراسری بود اینو من مطمئنم چون بچه‌ای که فامیلای دیگه که میمد از شهر دیگه مثلا شمال جمع می‌شدیم و اونا مشکل داشتن اینا من بهشون مشکلاتو میگفتم بهشون تریک میگفتم باعث میشد که مثلا من تو رو دوست داشته باشم بعد میگن وقتی که مدال المپیاد فیزیکو که آوردن تو خانواده بحث شد که این از بچگی زرنگ بعض رو کاشته بودیم ما چی رفتن پرچم زدن تو کوچه بنر آقا بنر فرهاد و فرزاد مدال جهانی المپیاد فیزیک از دانشگاه UBC آقا بدش عکساش هم هست چرا میخندی هیترها ممکنه بگن داریم دروغ میگیم ولی عکساش هم وجود داره فکر نکنید که هیتر من یه دفعه این استراتژی رو انجام دادم و پیک شادی رو قبل از اینکه ما بریم شیراز من انجام دادم و پیک رو گذاشتم تهران و ما رفتیم شیراز و پدر من برای این باور بودن که من منشور دانش رو که دیگه باید بیارم اگر پیک تموم شده و منشور دانش رو نبردم آره بعد رسیدیم شیراز بابا گفتن خب خریدین الان که نه دیگه همه جا بسته است دیگه شیراز داشت روز معمولیش بسته است درست به عید از بچه فامیل رسیدیم آقا من سری به این زنگ که آقا تو حسین نه نه همسنم نیستی که موقع همسنش تو رو قرآن مثلا بای من داریم یاد اونجا منشور پنشور ندیم آقا تکست های ما رو برداشت نشونه بابا بود اسمشو بیاریم برای همین اون نایمده اینجا دیگه چی شد دیگه پیج اینستاشو بذار بچه برم دیگه داستان شد آره از اونجا شد که من فهمیدم دیگه به هیچ کس نمیشه تو منشوره تو اینا کرد آخه منشور بعد حالا مثلا یه سخت‌تر داد مثلا بای من منشور دانش میخواد این گاج داد به بابای منشور دانش اینا بود که جواب همه چی گفتن خیلی بده چرا دیگه جوابا رو داشت داشتم ما موقعی که میرسید جوابا پاره میشد فقط سوالاش به ما میرسید
نه که سوال دیگه پس هم خودش جواب سوال کتاب کتاب درسی میشد دوباره نه تمرینای اضافی داشت این کتابه که ما از این یه مدل دیگه بوده آره نه هویتمون چیت چیت بود یعنی آره آره نه 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 من چقدرم حال میداد خیلی حال میداد من فردا دیدیم قاچاقی داشتیم ما نداشتیم نه نه من فقط از اینا بود که بعد به جای رسیدیم که با اون خودشون سوال طرح میکردن دیگه خیلی سال ریاضی آره. تو اید آره 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 و پدر یعنی خودشون خب لذت ای واقعا عجب بابای من خداوکی فکر نکنم از ایدش لذت برد یعنی نه اون چیز کاری که میکرد اگه من جای بابام بودم لذت نمیبردم بابای من مثلا موقعی که میرسه اید میشد همه خونه هایی که تو شیراز میرفتیم رنوویشن میشد دست بابا میگه همه رو رنگ میکردن کابینت ها عوض میشد چراغ ها عوض میشد یعنی مثلا خونه ها به یه خرابه ای میرسید در باره من میرفت اینا رو درست میکرد یعنی همه برنامه ریزی میکردن که پدر شما که میان برای الان هم همینه من خواهرم هم با ما میخواد بیاد من یه رنویشن داره زبان عشق اکتاب ولی خودت هم استخر رنگ میکردی تو اون دوران نفر جم من فقط میخواستم نشون بدم که استقلالی اصیلم گفتم اینو همه میدون اینو بله خیلی الان اینطوری هم که میشه با صد بار یه داستان رو تعریف میکنی دیگه حالا نمیدونم دیگه زندگی ما اونقدر ایونتفول چیه فارسی ولی شما پرحادثه نیست خاطر انگیز شما چه خبر؟ خیلی سلامتی و چرا معذب چرا رفت تو گوشی میخوام یه چیزی بخونم دوربین رفت رو برداختم مثل بچه خجالتی آره مثل بزرگ فامیل یه چیز میکنه سوال میپرسه از بچه خجالتی فام سری میره تو گوشیش خیلی سلامتی و خب شما کنکور میخواین که یه توییت داشتم خواهم با حال میگفت امسال ای دفعی فامیلا پرسید ای هنوز ازدواج نکرده جواب چی باید بدیم میشه گفت فوش خوار من میتونی بگی جواب خودتو نه بگو شما ازدواج کردی آخه نه فکرم جوابی که میخوای بدی و نمیشه گفت مفهوم جالب بود که همیشه یه سری آدم هستن که سرکشی میکنن من آره من میدونم آره من جوابمو دارم چیه جواب ازم میپرسن میگم که من دو تا پسرامه دارم که از من بزرگتر اونا هر موقع ازدواج کردم از اونا میدونم خودشون چه ازدواج میکنن انداختم بار رو دوشه اونا این اصلا چیز نیست مثلی که درستی نیست که یه نفر دیگه تو فامیل هست زشته اگه من خواستم به این فکر کنم که حالا بله بودم. تو که میدونی خانواده ها متفاوتن استانداردها فرق میکنه چون گیواب میکنن یه مدتی که میگذره میگن اونا که دیگه خانواده میگن اون مثلا پسرم اون که سو یه چیزه دیگه تمومه ولش نه خب اونا که میگن ولی خب تو همچنان با... پابرجا هستی داره میگیره دیگه بله 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 میخوام یه دکلمه بخونم زاویه عجیبه زاویه من و فرهاد عجیب همین که باشیم حالا فعلا زاویه همون عجیب باشه مسئولیت خودتونه نگاه کنید تا باشید هستی نه اصلا با استرس هی نگاه میکنم اون طرف به این بعد یه ساعت و روب یه ساعت و نیم راحت جواب بده ایشالله بگو فرهاد میگه که بابا آمده از راه آمده با کی آمده چرا خندون آمده با یه خانم آمده چرا خندون آمده اون کیه باهاش چه هیزه اون چشاش اونی که با بابایه چشاش هیزه بله بابا میخنده باهاش دست اونه تو دستاش مامان بیا مهمون آمده بابای ما با یه خانم آمده ماما میگه این زنی که کیه؟ جریان چی چیه؟ با. بابا میگه این زن منه پاره یه تنه سیغه منه خانوم خونه از امروز این شونه بغایی میشه بلوایی میشه خر تو خر میشه کتککاری میشه ما بچه ها بذاری دکلمه رو بگیم میزنیم به چاکی سوراخ موش حالا اینجا میارزه این آهنگ تو این هفته که گذشت توسط 20,000 ایرانی داشت خونده میشد توی کوکیتلام و من عجیب خیلی صحنه عجیب غریبه چهارشنبه سوری آره چهارشنبه سوری بود این هفته تو راه داشت اینو گوش میدادی اینجا رسیدی آره تو راه اینو داشت و خیلی واسه من جالب بود که این اتفاق داشت میافتاد و تعداد زیادی از هموطنان اونجا داشتن اشغال میکردن خیلی خوب بود چهارشنبه سوری بود آره استندی هم من خونه بودم منم بعد کار فقط اومدم خونه خوابیدم دوره مشغول به کار شدم ولی خیلی شلوغ بود من دوست داشتم برم جایی ولی اصلا نرفتم آره ما خیلی سال بود نرفته بودیم بعد صبحش که
یعنی شب قبلش من فهمیدم سندی قراره بیاد توی یکی از برنامه‌هایی که هست. سندی پس اومد. آره خودش اومد. و گفتم خوبه بریم، مثلا خیلی وقت نرفتیم. همه بودن، خیلی ها بودن. سندی بود، شهر سلطی بود. کجا توی توی اون چند روز چهارشنبه سوری؟ آره. جدیدان دارن تو کوکیلام برنامه میذارن. چند ساله؟ من فکر می‌کنم سال اول با سنجان می‌رفتیم. شاید 7 8 سال باشه ولی دیگه الان به پیکش رسیده. حالا یه خیلی دیگه به من داشتم فکر میکردم اتفاقا خوب ایده ای بود، چون قشنگ این سکای ترین یا حالا مترو میاد تو خود اون پارکه. آره. آخرین ایستگاهش اونجاست، بعد خیلی بهتره نسبت به امبل ساید و اینا که حتما با ماشین و جا پارک. آره، امبل ساید برای همین هم فکر کنم جمعیت زیادی بود. امبل ساید بد شد. نخست وزیر میگن، نخست وزیر استان پرایم. آره دیدم اون که داشت میرقصید. آره. ببین من اون ویدیو رو دیدم خیلی خندیدم. بعد آخه کپشن زیرش هم باحال بود. خدایا یا آره بگو خدا یا پولدار بشم یا مثلا نخست وزیر استان بریتیش کنم یا با آهنگ سندی مثلا 6 و 8 جم سلطی برقصه. با خوبم میرقصی. آره بهتر من میرقصی. بنده خدا ببین داره تمام تلاشش میکنه دیگه چیکار کنه دیگه. آره اینم رأی میخوان دیگه. آره هم رأی میخوان. کامیتی ایرانی همینجا بزرگه. چقدر بزرگه کامیتی ایرانی. الان یه سوال، توی کوکیدام تعداد ایرانی ها بنظر از نورچور بیشتره؟ نه. یه اعتماد به نفسی میگفت سپهر اینو که هست که حتما اصلا امکان نداره. آمادش هست سپهر اینا اونجا بودن شنیدن. آره سپهر اینا هر سال. کدوم سپهر اینا؟ سپهر مجری خودمون دیگه. اونجا بود؟ نه میگم بودن، میدونم اطرافیانشون بودن، خود شخص سپهر نمیدونم. اطرافیانشون بودن نمیدونم. هر سال آمارگیری میکنن بریم بگم. این 20,000 رو من شنیدم که پلیس کوکیتلام اعلام کرده. 20 یا 30؟ حالا اصلا 10 بگو. خیلیه. من فکر کردم 10,000 باشه چشی، ولی وقتی شنیدم 20. ببین اینطوری بود که من نزدیکترین جمعیتی که چیز کردم چی؟ هلیکوپتری عکس گرفتم. بعد چند نفر اومدن؟ نه خب استیمیت کنن دیگه. آخه تیکتی که نبوده؟ نه مجانی بود. آره ایونت از مساحت و اینا. شلوغ ترین ایونتی که قبل این دیده بودم روز کانادا بود، روز ملی کانادا بود و اینا هم اتفاق افتاد. بعد تا یک نصف شب مثلا مردم داشتن با ماشینا میمد از پارکینگ. روز کانادا برای ایرانیا بود؟ یعنی ایرانیا زیاد بودن؟ نه یعنی این جمعیت حجم خیلی نزدیک به اون بود و عجیب غریب بود. آره اینجا امبر سایدم من ویدیوش دیدم شلوغ بود، اون خیلی شلوغ بود. آخه کلا ایرانی خیلی زیاد اومده. بعد انقدر جمعیت زیاد بود اینترنت گوشی کار نمیداد. او مثلا استادیوم ما. آره تماس و اینا سخت میشد گرفت. آره دیگه هر آنتن یه تعداد مشخص. دقیقاً و میگفتن که اصغر رو بفرما. همه داشتن داد زدن اصغر. ما میمه صداش خیلی خوب بود. چی اصغر رو بفرما؟ یکی از آهنگای سندیه. داد میزنه. سرچ کردم با اینترنت خیلی بد سن ایشونو، چون برام جالب بود که آقای سندی انقدر اکتیون 66 سال. خیلی خوبه. جوونه؟ 66 جوونه بابا. می پرید بالا پایین. من فکر کنم آره خودمون سی رسیدیم میگیم پیریم. نه بابا خب کجا اون پیره؟ خیلی هم خوبی. تو اینجات پیره کجا اون پیره؟ اینجات چه شونه سمت راستتون پیر شده کم چیزی ریخته. پس شما رفتید و چهارشنبه سوری جشن گرفتین. بله خیلی جالب بود. از راحت آتیشم بود؟ بود ولی ما نرفتیم تو خونه، از رو فندک برید. فندک رو چجوری روشن نگه داشتیم؟ یکی گرفته. یکی گرفته. یه زیپو داشتن گذاشتن رو زمین رو شدیدن. توی مدتی که بفهمید من خودم که همین درگیر میگم پیک شادیه بودیم، هم تو ایران بعد چاپ میشد همینجا بعد چاپ میشد. خیلی سخت، کار سختیه این که بخوای یه جای دیگر رو خودت نباشی بخوای هندل کنی. ولی پخش شد تو ایرانم یا نه؟ تو ایرانم یه استور یه کافی تو ایران که در واقع فقط تهران دیگه، جای دیگر رو نمیتونستیم. بعدم خیلی دم عید بود، هیچ و هیچ کس کار نمیکنه دم عید، همه دیگه قلافه. آره همه اینطوریه که ما نمیزنیم. رفتیم دادیم لیترلی فکر کنم پرینت شاپ مثلا با دستگاه پرینت زده یه نفر اینا رو تو خونه. مگه بعد با چی می‌زدن؟ نه یعنی چاپ خونه ندادیم که با یه هم پرینترای خونگی. حالا نمیدونم خونگی اینا، ولی خب اون بند و بساط چیزش نبوده که.
تو ایران بخواد درست انجام بشه. ولی خیلی باحال بود، تبریک میگم. قربونتون برم. ایده و اکزیکیوشن همه چی عالی. قربون شما، خیلی ممنون. ناوی بود. بعد از اون دیگه درگیر ولوگ و درگیر ویدیو و درگیر دیگه، درگیر خوب به قول خداش. آره درگیری بعد نرسیدیم توی مدت. سگ خبری نشد؟ نه هنوز نه، خیلی دارم میخونم در موردش، خیلی هر روز دارم. آره یعنی نمیخوام بپرم و بعدن یاد بگیرم، دارم یاده رو میگیرم و بعدن میخوام کار رو کنم. میگم اون پروسه برام قفله که مثلا تو اون شکست بخورم خیلی ضربه روحی بدی میخورم. کاسکو نیست که بری برگردونی ریتن بکنی. آره اگه بود خوب میشد. آره. ولی واقعا تو این نیست. آره. نه خیلی دل میبندی به اون دو طرف هست دیگه. اونم به تو دل امیدوارم. آره فکر کنم اون مووام نه اون نه نه با نه فکر نکنه 20 سال دیگه تو رو ببینه میاد مطمئنم 20 سال که زندگی نمی کنه. 10 سال حالا. آره ولی خب 5 حرف 13 سال مثلا 13 تا 15 آره ولی هنوز نه به پت هنوز ورود نکردم و پت هم هنوز به من ورود نکرده. خوبه آره. توی این گروهی که داشتیم من دیروز رفتم یه ذره ولوله به پا کردم، یه ذره از یه نمکی هم من ریختم. چه نمکی ریختی؟ اوه اوه بگو ببینم. یه سری آدم های جدید اضافه شدن به گروه. خیلی میمای خوبی. یه چی؟ چه کسایی؟ مجتبا مجیبین هستی شدن دیگه. نمیتونستن خیلی چیز میکردم. منم با ترس و لرز یه لینک بهشون دادم، گفتم نمیدونم این لینک بعد چه اتفاق میفته. خداتون محدود این استفاده کنیم. بذاریم چون خیلی آدم بار لینک هن دیگه هست دیگه. هر توی بخوا... دیسکریپشن نه توی دیسکریپشن آخر ویدیو نبود. دیسکریپشن میبره به چیز چی؟ نه نه اصلا نبود هست. قبل تو ویدیو قبل البته از دفعه آخری که آقا این گروه رو از نمیدونم چی چی به چی چی تعیین خیلی هم فوش دارم میخورم خیلی دوست دارم ولی من دوست ندارم گوش نده غریب شده چی؟ پس عوضش کنیم. نه فیدبکی من نده. نه نه خیلی هم خوبه. پس عوضش نمیم. آره بچه ها خیلی اپلای کردم برای ادمینی در اون گروه، نمیدونم دیدید یا نه. خب بچه من همه من شعار دارم برای خودشون. رأی ما رأی ما بهین خوشقلب ما نوشتم. یکیسی وعده های خانم ماریا وعده هاشون دادن که برگزاری طوفان فکری جهت موضوعات جدید اپیزودهای آینده خوبه و ارائه جنبندی در یک کامنت خوبه. خب علی اصغر که تقریبا این کارو میکرد قبلا همون دیگه. ببین مثلا ایشون انریزی گفتن که یکیسی دیگه رو انجام میده دیگه. اسمش نبا بگی اسمش نبا علی اصغر بعد بوق بذاری ای منم تو این گروه دیدم. آقای امتی فرمودن که استفاده از همه ممبرها برای تولید اپیزود، اخراج سوگلی جناب اصغر رو میفرمایند. اخراج اونم میخوان اخراج کنن جدید که اومدن. یکی از وعده های اینه. ببین مثلا ایشون الان دیگه از من رفت چون که ما میخوایم یه نفر در کنار علی اصغر. ببین گوش ندادم به سوال ما توی فکر کنم جان چی بود اون ایده گفته بودن همه اعضا جمعشن یه اپیزود بدن هر نفر یه کلمه بگه برای چی؟ نه نه گفته بودن از تمام ممبرها استفاده میکنیم برای تولید اپیزود. یعنی مثلا شما که خیلی وقت اپیزود نرفتی احتمالا اینشون به شما وادارتون میکنن برای رفتن. آها ممبرهای خود خودکست یعنی امیدوارم یکم ممبرهای گروه رو داره میگه. خب ممبرهای گروه که نمیتونن اپیزود برن میتونن؟ چرا نتونه؟ بذاریم یه رو خودکست کام ازش ممبرهای گروه بوده واقعا میگی. ببین ایشون هم دوباره الان دیسکوالیفای شدن به خاطر اینکه شفاف نگفت. گنگ بود. منظورش فرهاد بود یا همه ممبر؟ آره چون خیلی میتونه چون باید شفافیت ولی خب به خاطر اینکه اونجا تعداد کسایی که حضور دارن داره زیادتر و زیادتر میشه برخلاف خواسته ما داره اون گروه پا میگه پیاز اون گروه داره کنه پیاز اون چی بود یه بار دیگه بگو کنه دارن میگن دیگه کنه کرده است کنه کرده است. اون کافایی بود که با هم بررسی کردیم. بله بله آره ما باید بگردیم واقعا پیدا کنیم حالا در چی میگن خارج از آن ایر بودن آف ایر ما این کار رو انجام میدیم و یه نفر به صورت سپرایز
به ادمینی اون گروه برمیگزینیم به خاطر اینکه تعداد آدم‌ها مگه آره یه نفر دیگه آ یه نفر دیگه فقط علی اصغر و یک نفر دیگه هم خیلی انتقاد به علی اصغر هست اوکیه گوش ندید اصلا به انتقادها گوش ندید موجی اومد شروع کرد علی اصغر رو چیز کردن اصلا میگن شما اگه کاری کردید و همه موافق بودن یه جای کارتون مشکل داره کلا اگه آدمی باشی که همه باهات موافقن یعنی یه جای کارت مشکل عجب فلسفت اگر که همه باهات مخالف باشن اونم اون داری بهترین کار انجام میدی علی از قرن شما یه جای کارت میلنگه بعد حاصل باشه برنامه‌تون برای سال جدید چیه جایی سفری توی این تعطیلات که ندارید نه از کار و اینا تو من دارم داری تو اسپرینگ بریک و اینا اینجا بهتون نمیدن نه با خودم آف بگیریم روز منجر میگفتم میخوام فلان روزا رو آف بگیرم گفت چه خبره چرا همه آخر مارچو دارن آف میگیرن همه ایرانیت نه آه. اصلا خارجی ها گفتم نمیدونم اسپرینگ بریک بچه هاست دیگه نه گذشت بابا اسپرینگ بریک نه هفته دیگه شروع میشه اول که هم دانشگاه گذشت دانشگاه رو همین مدارس متفاوتن وستون و نورتون و اینا با یه آره با کوکیتان فرق داشت اصلا فامیلی نه نورتون من فرق دارن آره به خاطر که شهر یهو شلوغ نشه دیگه خیلی منطقیه به نظرم نه ولی اگه ایران بود که میدونی همه با هم تعطیل میشدن همه با هم هست دیگه ایران همینطوریه دیگه سال هاست که اینطوری داره برمیزار میشه آره تو که یعنی میخوای سفری چیزی بری یا فقط میخوای یه سر من مونترال رو برم استیکیشن میخوای نه نه با استیکیشن بدترین کاری که آدم میتونه با خودش بکنه به نظر من چرا؟ خیلی بعضی وقتا توی یه برنامه اوکیه شرایط من چون از خونه کار میکنم استیکیشن یعنی کسافت آره میزنی به روان خودت آره الکی دیگه من تست کردم خیلی بد بود یه مونترال باید برم بعدم حالا موقع یه جای دیگه یه هفته باید بریم هنوز برنامه‌اش مشخص نشده شما سفر من تعطیلم اونم من استیکیشنم بیشتر ما داشتیم استیکیشن یعنی قرار بود بکنیم هممون به خاطر اینکه یه اتفاقاتی افتاده اتفاقاتی افتاده حالا فعلا زیاد من داشتم به اپیزود بعد اینکه اونجا رو رفتیم و اومدیم ضبط میکنیم فکر میکردم که سه چهار اپیزود رومون بریم فقط آره دیگه سه چهار اپیزود رو کانتنت داره خوده دیگه بچه ها سنبول کجو میخوان ازش کانتنت تولید کنن بکشن بیرون چقدر خوب راجب هفمون بهی که قرار بود بریم سانشاین کوست چقدر لطیف باش برخورد آره خیلی آروم گرفتیشو اینجوری گرفتی همین الان اگه نگاه کنی میبینی که ساقش یه ذره دمه آره دیدم آره اگه کسی از بیننده ها شنونده ها پیشنهادی داره برای خمیدگی سنبول به همون بگه حالا همه چیز دیدی هم که خمید از اون نباید صافش کنی میتونه همینجوری باشه مهم اینه که پیازش کنه اپیزود یه کامبو زد فرزاد و دیگه سال نو همگی مبارک باشه 100 سال به این اپیزود عیده بعدا از من انتقاد میکنن چرا میپری تو حرفش چرا نمیذاری به بحثش ادامه بده بذار اینا بریزه بیرون رد یکی یه کامنت گذاشته من خیلی خندیدم گفتش که چیز اسپانیا هرچی بزرگتر میشه نشون میره بالاتر چی بود دقیقا لفظ دقیق خودتون بگی من بگم منم خوندم شوخیاشون جا افتاده تر میشه با مزه تر میشه یه همیشه نه آره. چیز با په شروع میشد پخته تر نه په بره خب دیگه اگه میدونی بگو دیگه نه یا من نمیتونم خود پروتر فکر کنم آها توی مایا بود جوکاشون پروتر میشه نه خودشون یعنی آها آها یعنی شما پروشون من پر دیگه الان مضمونیم بود بالا. نه پرو خوب یا بعد بله بله نه تو که داره تعریف میشه آره منم تو که هم با تو کسی تو به چی داری نگاه میکنی؟ نه من الان این تصویرایی که این پشته اولین بار با این نور زیاد دارم میبینم خیلی اصلا اولین بار تو صبح خونه من رو دیده بودی 100% داشت تو اینجا خوابیدی میدونم بابا میدونم باشه نظر من سر تو وقتی اینطوری میکنی یعنی نه 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 من به یه چیز دیگه داشتم سرمو میجرد قضاوت هم نکن نه نیست آخه صبحی که اینجا بیدار میشم سری میدونم میرم دیگه واک آف شیم داره چشنی چشنی میخوایی آره عجب بابا عجب همه با نایت سندیا آقا چی میگی تو مسئله ای که میخواستم بگم فیلم چیزی دیدید این هفته؟ من سریال دیدم. من خیلی دوستم دون رو ببینم هنوز ندیدم. آه دون دو یک رو دیدی؟ بعد یک رو دیده باشی بار دیدم. چهار بار نصفی فکر کنم. نه اونم کامل کست. نه بار نصفی بود که شد چهار بار. من پور ثینگز رو دیدم. نظر چی بود؟ تبریک میگم بهت.
نظر چی بود؟ خیلی فیلم خفنیه. آره. واقعا تو اگه چیز داره دیگه، استوری اصلیشو بفهمی خیلی باحاله. آره. من خب آدمی نیستم که زیاد اهل فیکشن باشم و تخیلی و اینا، ولی خب این خیلی خوب بود. خوب بود. ببین it's I don't know if I want to say it، ولی یه ذره فارسی تر دیگه بچه‌ها. پورنوه تقریبا. آره اینا نمیدونستم من. نه خیلی چیزه. من اصلا نمیدونستم که قراره که صحنه زیاد داشته باشه. آره. واقعا فقط شنیده بودم فیلم خوبیه. بعد شروع شد دیدم اوکی خب حالا این یه صحنه است. بعد دوباره همینجور. بعد دیروز یکی از دوستان گفت که آره بحث این فیلمه بود. گفت آره میخوام بشم اینو با ما. اینو که شما نهیده بودی. نه اون یه اونم میگم. گفتید. گفت نه اینو گفت که میخوام با مامان بابام ببینم. گفت اونبالم که گفتم من پیشنهاد میکنم این یکی رو با پدر مادر نبینید. آره. نه تو بسیه پدر مادر ده. پدر مادر اصلا سوپرانوز دیدن. ولی باشون ببینید. خیلی چیز داره. بچه ها نشستن دیدن. خیلی. ولی میگم اون پیام پشتش خیلی باحاله. اگه که آره خیلی فیلم خیلی جالبه. من اون موقع که سینما تازه اومده بود ما رفتیم با بچه‌ها دیدیم، بعد از قبل یکی ریویو خونده بود گفته بود که مثلا یه شکایتی که شده بود چایلد پورنوگرافی بود مثلا. آره اونم یه ذره منو چیز کرد. دیگه ببین چون ولی یه نکته داشت آخه. اگه ندیدید فیلمو نشنوی داره یه ذره ممکن اسپویل شه. من وقتی فیلمو دیدم نه البته من اینجوری بودم اوایلش اینجوری بودم چقدر ایده خفنیه. خب بعد انتظار داشتم که یعنی گفتم مثلا میره یه جوری دیگه ادامه میده، ولی یه مدل دیگه ادامه میده. به من خیلی نچست. من حس میکنم خیلی میتونست بالاتر کارو پیش ببره. آره من اون تحلیلاش هم شنیدم، میگی سمبولایی که به کار برده بود و اینا رو، ولی با این حال به نظر من واسه اینکه جذابیت بستریشو ببره بالا بی خودی سکشوالایزش کرد همه چیزو. میتونست اصلا یه مدل دیگه خیلی کمتر میتونست سکشوالایز خیلی کمتر مجبور نبودن انقدر. نه ولی من کارگردانیشو دوست داشتم، تصویربرداریشو دوست داشتم. خیلی متفاوت بود. آره جدید بود دیگه. آره یه چیزی بین تئاتر و سینماتور بود، یه تصویربرداری باحالی داشت، دوستش داشتم. اصلا اول فیلم نمیفهمیدی چی داره میشه. تا شاید 45 دقیقه اول نمیفهمیدی داره چی میشه. تو کریو هم اومده اگه ندیدی میخوای ببینی. جدی میگی؟ آره. دیشب من دیدم تو کریو نداره. بابا داری این بابا داره. من نمیدونم چه جی دارم. اگه داری استفاده کنم. من دارم استفاده منم دارم استفاده میکنم. من دارم مال کوروش استفاده میکنم. من دارم بر تو استفاده میکنم. اگه پول داری واسه این میدی دیگه مال خودت. من نمیدم. من کنسلش کردم. همین دیگه. منم اینو آقا من دارم استفاده میکنم. منم دارم استفاده میکنم. با اپل کریو یا با نه نه اپل کریو بیا تازه تو اپل کریو. نه من اپل تلاس. خب یه نکته هست، تلویزیون من کارو سونیه. چرا شاید فرق داره با سامسونگ؟ نه جدی میگم. برای چه رنگیه؟ آقا کارون سال جدید شده مهرم باشی برزا جان. این حرف خیلی خیلی هر چیزی که میخوایی بگم چرا تو که نباید بگی که آقا غیر علمی بود. بذارید بگم این یکی از اعترافامه. بفهم بعضی موقع من این تلویزیون رو تریک میکنم وارد نتفلیکس میشم. نتفلیکس ایمان که دیگه نمیشه وارد. آقا این همش هی داره به من ارور میده که نمیده یه وقتای پلی میکنه. درسته ببین برای من چه لطفا خواهش کنم از نتفلیکس من بیایم بیرون. نه نتفلیکس دارم من یه نتفلیکس من حتی پولش هم نمیدم. یعنی حلال نیست اون نتفلیکس. نه من هم اصلا تو نتفلیکس تو نیستم. من اصلا پولش چه نمیدم. اومدم روشنش کنم، رفتم تو نتفلیکس نوشتش که تا 10 دقیقه دیگه تو رو ساین اوت میکنم به خاطر اینکه این چیز نمیتونی شیر کنی. نه مال فرزاد مال من نبوده. من اکانت شما من پسوردم عوض میکنم از بوکو عزیز. من که خاصی نیستم. من دارم از راه دیگه ارتزاق میکنم. وای بچه ها همه ارتزاق. ولی اصلا نمیدونم بحثمون کجا بود. رو فیلم یا بریم سریال؟ سریال بگو. سریال من جدید یه مینی سریز دیدم، بلک برد. بلک برد یه فیلم هم بود اون بیرد باکس بود باشت. آره این جالبه. 6-7 قسمت چیزه بر اساس واقعیت راجع به یه حالا خلافکاری که میفته زندان. بعد اینو بهش میگن که ما اگه بخوای میتونیم بفرستیم یه زندان دیگه، اونجا یکی هست که ما فکر میکنیم قاتل زنجیره‌ایه، اگه بتونی از اون اعتراف بگیری ما میبخشیم حکم زندان. اینجوری داستان شروع میشه. از که میره پروندهش گم میشه بر اساس واقعیته. یه 6 قسمت اگه شما نکنید باحاله ببینید.
بعد همینه که تقریبا گفتم، چون خیلی از این فیلم‌ها نه که یکی میتونستم بره اعتراف بگیره، نه پرونده گم میشه، یا کسی که تنها کسی که میدونسته این بازیگر ایرانی هم. میره بازیگر ایرانی داره، نقش اول زنش ایرانیه، خانومه سپیده به کم میدونی تاریخ رعوفی معروف یه همچین چیزی داره میگه یه سر سپیده آره. با حال اینو ببینید. یکی دیگه هم چیزو من شروع کردم، نارکوس رو شروع کردم به دیدن. بعد اول اشتباه زدم، تو نارکوس مکزیکو رو میگی یا نارکوس؟ نه اون که هی من اول شروع کردم مکزیکو رو دیدم، نه اون باحال نیست. من هی منتظر بودم پابلو اسکوبار بیاد راجع به اون صحبت کنه، دیدم مثلا ربطی اون کلمبیایی بود این مکزیکه. بعد سرچ کردم دیدم او دو تاست، این دومیشه اون اولیشه. بعد ولی زماناش میگه برعکسه. بعد خلاصه نمیشد اول نارکوس اول رو ببینید بعد مکزیکو رو، میگن اون اولی خیلی بهتر. بعد شروع کردم اونو دیدن که توش چیز هست، پدرو پاسکال هست. پدرو عالیه تو. ولی اون موقع نقش یک نیست. نه نیست. ولی نقش خیلی تو کار معروف نبود. نقش خیلی خوب بازی می‌کنه. نقش خیلی. تو هم دیدی نارکوس؟ آ دیدی؟ آره. خیلی وقت. آره. 2015 فکر کنم. آره. من تازه شوکه. ولی خیلی سریال خوبیه. نسخ سریال. اون موقع ایمانم نگاه می‌کرد، ما یه کانورسیشن خیلی عجیب. آره همیشه با ایمان داشتیم سر این قضیه. آره بعد مدت ها یه ذره سریال داره حال میده. همیشه موقعی که عید میشد، البته الان عید و ماه رمضان هم خورده تو هم دیگه، عید میشد سریال های عجیب غریب میومد توی تلویزیون. آره هم عید سریال هم ماه رمضان. الان الان افعی تهران اومده فکر کنم، اون چیز تلویزیون نیست، شما اونو ازش تعریف میکنن. من تلویزیونی هم افعی چی تهران فیلم نت فیلمو فیلم نت آره دیگه اونا رو میشد یعنی دید دیگه، اونو ازش تعریف میکنم. عفیه تهران رو من فقط چیزشو تریلر شو دیدم، بقیه‌اشو ندیدم. چیز دیگه ای ندیدم. تمام کردم دفتر یادداشت دیدم، تمام کردم، جالب بود. ندیدم هیچ چیزی، منم ندیدم اینو. ولی همیشه اون سریالایی که بود اون دوران کلا قرمز ایران بود. کلا قرمز هم نداریم، میگم نداریم. نه نه کلا قرمز هم نمیدونم دیگه، اونقدر حال نداد. من آخریو ندیدم که این بچه بود و اینا رو دیست نشد آقای. چرا خودمون یه تایتل هم رفتیم. آره رفتیم. از یه بعد دیگه همه چی فرق کرد دیگه، کنسل شد. ولی سریالایی که اون موقع بود، اون موقع که ایران بودیم، حداقل خیلی واسه من جایگاهش خاصه. چی؟ سریالایی که اون موقعی که عید بود یا ماه رمضان ایران، با اینکه حالا خیلی اکسایتد بودیم همه، یعنی اصلا منتظر عید ماه رمضان بودیم. بعد یه تست می‌کردم اصلا اول شبکه 5 بود، بعد 3، بعد 1، بعد 2. همیشه هم یه شیطان کمدی بود، 5 کمدی بود، 1 جدی بود، یه شیطانی بود که فرشته بود. آره حسن جوهرچی دختره چی؟ الیاس شیرزاد. توی شبای مافیا هم خوب بود، دختره خوب بازی می‌کرد. الیکا عبدالرزاقی. نه شهر شین داره سحر. نه دولت شاهین. نه منم که اسمو کلا آفم، منم اسمو رو خیلی تلاش مذبوحانه ای دارم میکنم. ولی آره چیزو همین زودیک اینا نگاه میکنید؟ من هنوز ندیدم ولی چی؟ زودیک مثل مافیا میمونه، یه زودیک نه یه گیم دیگه است. ایرانیه اینا. آره. خوبه این، مثل اینکه این اپیزودش خیلی خوبه. من ندیدم، حسین خیلی تعریف کرد. حسین وقتی از زودیک تعریف، از یه دونه شبای مافیا تعریف میکنه واقعا خوبه. آره یادمه فرزاد حسنی، مثل اینکه پیچیدتشون تو هم فرزاد. من فقط میبینم برای ادبیات فرزاد حسنی. آره آدم خاصیه. بعد کاری که با همون شوهر چیز آره. آزاد نامداری بود دیگه. نمیدونم چیکار کرده باش. آره فنش نیستم. ولی من اصلا مافیا رو ولی یه زمان حال میدم، میبادیم خونت شبا چیز میدیدیم، شبای مافیا میدیدیم. هنوزم هر موقع بخوام حسین اون روزها روزای تاریکی بود ولی حال میدم. حسین خیلی چیزه توی این برنامه ها، قشنگ دیدم چند بار اینجا بوده، مستقیم میره یه برنامه خوبو میاره. قشنگ فکر کنم آپدیت بود. دقیقاً یه دکترنشون. چیز بگو اسمش اسکار مال مهرامدیری هم جالبه. این جالبه؟ دیدی جدیدن دارن انجام میدن اینو تو خارجی زیاد میبینی که یه دوو وجود داره. معمولا تو شو و این پسری که کنش میشه. یواش یواش توی مثلا توی همین دفتر یادداشت یه دوو وجود داشت. توی این اسکار یه دوو وجود داره. الان این دوو دارن زیاد میشن. دوو یعنی بگو دو نفر دیگه. دو تایی میدونن دیگه، دوو رو دیگه همه میدونن. یه دونه داره سال هاست داره جیمی کیمل،
یه آقای مکزیکیه. آره نه نه درشه. اون گیرمو بازم خیلی کمته، البته الان خیلی ازش استفاده میکنه، ولی آره توی تلویزیونای غربی خیلی این چی بهش میگن متداول. آره متداول. اسکار هفته این هفته بود که گذشت یا اسکار اسکار یک شنبه پیش بود. آره یک شنبه اصلا دنبال نکرد. اوپنهایمر اومد، اوپنهایمر سر تا پای جا. من نهیدم هنوز اوپنهایمر رو واقعا. آها میخواستید برید کنسل؟ من میخواستم برم کنسل شد. کنسل نشد، اون فکر کنم اشتباه به تو گفت، شما فردا شبش فردا نه ولی چند شب بعدش. ولی من نه هر روز من آخه بعد برو ببین، برو همون سینمای ببین. نه خونه برو از کجا ببین؟ ما دیگه سینما نی. نه بابا نه آخه اصلا نمیشه 3 ساعت بشینی از چه جوری تو میتونی تو چیزت بیشتر منه پیشنس اصلا نمیتونی من تو 3 ساعت حداقل دو بار برم دستشویی. خب برو دستشویی تو از من میگی خیلی پا میشدن میرفتن تو سینما نشسته بودین. چرا خیلی پا میشدن میرفتن دیگه خونه داری میبینی برو نه همون دیگه میگم یعنی بعد خونه ببینم و پاس کنم. الان دیگه تو سینما نیستش؟ الان دونو هم من منتظرم. دون چقدر 3 ساعته؟ دون 2 ساعت 40 چرا باشه خیلی وقت شاید یه اسپشیال بذار وقتی که فیلم میاد توی بگو توی این چیز مثلا نتفلیکس و اینا دیگه یعنی نیست رو سینما نه اینجوریه قانونش. بعضی فیلم هست که هم دو مثلا همه جا چیز الان مطمئنم این قطر ایرویز بگیرین هست اونجا هست همه فیلمای روی پرده را قطر ایرویز نمیدونم چجوری میخره. حتی فکر کنم کریو هم داشت. قطر ایرویز همه چی داره چون میدونه ما دسترسی به کریو نداریم میگه آقا داری من با یوزر پاس تو دارم لاگین میکنم. آقا بذار رفتیم خونه مبارکتون. اگه یه سونیه اینم ایدی من به سونی خاکستری شما بگیرید میتونی استفاده بکنی. مدل خاکستری هر از گاهی گول میزنه تلویزیونشو که فکر کنه سامسونگه. آره یو نمیتونه بره. واقعا این همه دیس لازمه؟ 100 درصد 100 درصد 1158 بله. دو دقیقه دیگه وقت داریم و برنامه بعدی دو دقیقه دیگه ایمان لانچ میشه. دیگه چه خبر؟ دیگه خبر هیچی دیگه. انشالله که سال خوبی برای همه باشه. تو نگفتی تو نمیخوای سفر اینا بری؟ من خیلی دوست از اون 52 شب چقدرش رفتی؟ نکن چشتون کار نکن. سه ماه گذاشت. چقدر؟ 5 فکر کنم 5 شبش رفت. خونه ما بیا یه شب یه دونم باید یه دونم دوست داشتم که هفته یعنی بانک کرده بود آره. ایمان خیلی جدی ولی خب اون آره اون خیلی مثل این که نشده شد. ولی خب حالا بعد دید که چه میکنیم دیگه. من میگم توی این مدت خیلی سرمون شلوغ بود اصلا یه چیز عجیب غریبی. اول اعصاب کشیه بود بعد توش که اصلا نمیفهمی چقدر داری خسته میشی بعد تازه میفهمی که تازه برن اوت کردی بعد میگه اوکی حالا الان من فعلا بشینم خودم ریکاور کنم بعد کلی کار هست. آره هزار تا کار مختلفه و مطمئنم تا موقعی که ما خستگیمون در بره اسب کشی دوباره رو باز شروع کنیم دیگه. یعنی الان ماه چه الان ماه سیم دیگه ماه سم تقریبا دیگه داره تموم میشه. سه ماه تو الان اسب کشی کردی؟ نه بابا مارچ دیگه وسط فوریه من اسب کشی نکردم. نه من اول ژانویه. آره تو اون سال نو بود من سال نو داشتم اسب کشی میکردم. دو هفته اول بود. آره 15 هم یادم عدد 15 یادمه. اول ژانویه مال فکر کنم کوروشینا شروع شد بعد 15 مگه 15 بعدش مال خودم بود. سه تا اسب کشی داشتم. نه میدونم اسب کشی تو یادم 15 هم بود ولی فکر کنم 15 فوریه. نه اون نه. که 15 ژانویه بود اسب کشی خود من. بابا آره من اول فوریه تو اینجا بود اینجا بودم. آره دو ماه گذشت. آره حاجی پرهام آ بعد میگی چون سر یک سال شاید چیز بشه. آره دیگه با بلنشیم دیگه یعنی از الان داریم دنبال جای دیگه میگه واسه استودیو رو برای استودیو تو که تکون نخورد. نه برای استودیو برای استودیو از الان داریم دنبال جا میگردیم. خیلی خرتو خرد بد شد که ولی خب یه خونه تکونی شد واسه استودیو یعنی آره حاجی الان اصلا نمیتونستیم یعنی اگه یه سال دیگه میمونیم اونجا دیگه من میمونیم. حالا تصمیم گرفتید که اونقدر چیز جمع نکنید یا نمیشه چون اپیزود که میرید سناب را پذیره. ببین ما بزنین آف استریم آف کامرا برای توضیح میدم ولی خیلی سخته که بخوای چیزی جمع نکنی یا اینکه خیلی کاسلیه. ما یه مدت شروع کردیم در واقع چیزهای مختلفی که میخریدیم توی ویدیو استفاده میکردیم و من تو توییتر میگفتم کی نیاز داره مثلا درواز کنه مثلا پست میکردیم فلان جا اینا خیلی گرون میشد. یعنی مثلا 5 تا آیتمو میخواستیم مثلا پست کنی حدود $200 برمی‌دادی. همینجا محلی نمیتونین بذارین
چرا، ولی اونقدر هم نیست، میدونی همش تایم و اینا نیاز داره دیگه. حالا اگر که اگر که تیممون که داره الان بزرگتر میشه، اگه بشه میتونیم این کارو بکنیم، ولی الان در آن در حال حاضر خیلی سخته که بخوایم خودمون منیجش بکنیم. آره ولی نه، خیلی اکسایتد و خیلی مثبت، رو به جلو، رو به افق. آره دمتون گرم که تا اینجای اپیزود با هم بودید. ما گفتیم یه اپیزود گفتگو محور برای سال نو داشته باشیم، دوره هم باشیم، بگیم، بخندیم. امیدواریم که توی این چند روز تعطیلات در کنار خانواده و دوستان بهتون خوش بگذره. برای همه شنوندگان و بینندگانمون آرزوی سلامتی داریم. هیچ چیزی مهمتر از این نیست دیگه، من آرزوی دیگه‌ای براتون ندارم. امیدوارم که منتالی و فیزیکلی سالم باشید. دمتون گرم و من الله توفیق. من اینو یک بار برای همیشه درست بگم، چیه بفهم. درست ته کیفش اومده، اصلا جیفش اومده. و من الله توفیق و ید الله الحمد ده. حمده. این درستش اینه. شبه چی اینو بوده؟ اینو من یک بار شنیدم. اینو این آقای احمدی نژاد یک بار فرمودن و بلند شدن رفتن، یعنی یه ترک زمین صحبتی کرد. صحبتی داشتن میکردن و دیگه اینو گفتن و بلند شدن و رو به بیرون رفتن. نیویورک بودن یا نه ایران؟ نه قربانیشون ایران بودن. بله چون نیویورک چیزای عجیبی گفتن. کامنت تو اومدی کردی؟ دی دو تا حد دقیقه کامنت کنی. او کامنت البته اگه که داریم. بگو بگو. اگه که داریم یعنی. بگو بگو. تایمی. کامنت های خیلی زیادی خوب اومد روی اپیزود قبلی و هم لطف داشتن. دم همگی گرم. حالا من چند تاشو انتخاب کردم که بخونم. آقای مجیب، بعد خیلی وقت من دیدم که کامنت گذاشته. سلام مجیب. مجیب میگفتیم بله بله بله. یا بله. اسم مجتبا هستم. نه مجتبا، ملقب مجیب. به اندازه هیبت حافظیه و چشم نوازی کارون و زیبایی سی و سپل، عمیق‌ترین عشق‌ها به ایمان و کارون و فرهاد و فرزاد. چقدر حتی فرهاد عالی بودید و عالی هستید. آره تا سالهای سال با صدا و تصویرتون عشق خواهیم کرد. دمت گرم مجیب. خیلی وقت بود نبودی. کجا بودی مجیب؟ اومده قوی اومده. آره داره میاد. کجا بود میدونی کجا بود؟ خونه مشهد هستم. خود چرا نبود؟ فکر کنم همسر اختیار کردن دیگه، وقتشون نمیتونن با چارت سیبیل بگذارنن و حال باید در کانون گرم خانواده باشن. کامنتی اومده بود توی کست باکس، خانم وجیه گفته بودن من متوجه شدم که اپیزود رو اگه یه بار گوش کنی و یه بار ببینی کاملا متفاوته. آره دیدگاهت متفاوته تو هر کدوم. یه چیزایی اینجا بیشتر بهش دقت میکنی که صوتیشو فکر کنم میگفتن قاعدتاً. توی کجا اینو؟ توی کست باکس. آره آره احساس توی تصویریمون خیلی اصلا درگیر میشیم، یعنی کسی بخواد ببینه اکسپرشن های صورت صحبت هایی که من با فرهاد آره آن دو ساید داری اینور خودش اعتزاده. آره بعض اوقات خدا روشو که میلاد خوب کات میکنی که دیده نمیشه، وگرنه من و فرهاد این بغل داریم با هم دیگه صحبت دیگه ای داریم. ما هم دیگه همیشه گفتن من و همسرم یک ساعت داشتیم این قسمت رو میدیدیم، همین قسمت آخری 365. کی گفته؟ یه خانومی دارم. یه خانومی هستم. تا مامانم اومد تو اتاق ببینه چی داری میبینیم. همون لحظه کارون گفت اون چیه که صفر میره تو شور میاد. این هم. گفتن که من همیشه پادکست ها رو توی محل کارم گوش میدم و وای ترکیدم از خنده و نمیتونم جلوی خودم بگیرم موقعی که حالا چیز خنده داری میگن. منم خودم این تجربه رو داشتم وقتی یه پادکست های دیگه گوش میدم یهو مثلا میخندم تو آفیس. آره من یه قسمت از پادکست خودمونو که سر کار میبینم میخندم، بعد روم نمیشه بقیه بگم دارم به برنامه خودمون میخندم. یکی هم توی اینستاگرام مسیج زده بود خیلی اوور اکسپوزده، ولی خب نه اونی که من نمیبینم اون ورا فرهاد نصفش نیست دیگه، الان ظهور میکنه دیگه به خاطر نوری دیگه تمام دیگه. آره خب یکی هم تو اینستاگرام داشته بود رفته بود ایران بعد عمل دماغ انجام داده، بعد شب اینو گوش میکنه انقدر خندیدم میترسم از تقارن خارج شده باشه چون بعد عمل دماغ خیلی با مواظب. آره بینی البته دماغی بر ماه شاید ایشون اول دماغ داشتن عمل کردن شده خودشون گفتن بینی. آره از یه اندازه به بعد میگن دماغ مثل مال من.
خب میگم دیگه ما پیششو ندیده بودیم، الان فرها بینی داره باشن. من دماغ فرزاد دماغ دماغ دارم. دارم تو بینا بینی مماغ داری تو. خیلی پایینی شما بینی. عجب و عجب. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با ما بودید، مرسی از همه کسایی که برامون کامنت گذاشتن، مرسی از همه کسایی که میبینن، دنبال میکنن، انرژی میدن. تا یه دوست بازی تا سال بعدی. دارم روی اپیزود 2 چیز کار میکنم، رواقیگری. چه کلیف ولی اونکه یه ذره طول بگشیم وسط، اگه شما یه ذره اپیزود بری میتونید بشنوید دوباره، بعد یه ذره زمان میبینید. آره دیگه، مثل دونه دیگه، شما برید یک شو الان ببینی. آقا خدافظ دون. آه دون، نو پان اینتندد، دون فیلم منظورش بود. خدا نگهدار، خدافظ. سال نو مبارک، زن زندگی آزادی. بیو بیو بگو دیگه. بیو 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 بیو.